به به خانوم، کجا تشریف میبرید به سلامتی؟ وای ترسیدم، تو دیگه کی هستی؟ من کوچیک شما محمد هستم، بهم میگن کثیف محمد. خب با من چی کار داری؟ با اجازتون بنده خواستگارتون هستم، اومدم ازت خواستگاری کنم. میدونی که محمدا بگیرن، منم اومدم بگیرمت. ایش نچست، اصلا محمدا به این که میگیرن معروفن. دو سختر قبلی اسم منو تنها کرده رو دستش، گفتم اگه به هم زدیم چی؟ گفت تو نشد یه محمد دیگه، محمدا انقدر زیادن همه هم بگیرن. ببین چقدر با محمدا به گرفتن معروفی. وا خواستگاری اینجوری به خدا ندیده بودیم. من از کجا میشناسید؟ من آمار همه دخترای محل رو دارم. این هفته صلاح تونستم از تو خواستگاری کنم. تو نه و شما. آها فهمیدم، شما هم محمدی هستی که از همه دخترای کوچه خواستگاری کردی، فقط کم مونده بری دیگه از گربه های ماده کوچه خواستگاری کنی، دیگه همه میشناسنت. اونا اصلا لیاقت نداشتن زن من بشن. تو اگه لیاقت داشته باشی، عقل داشته باشی، یا به بختت لگد نمیزنی. واه واه واه، این همه اعتماد به نفس از کجا آوردی؟ به نظر من بهتره برید برنگوی مسجد رو بگیرید دستتون، بگید من زن میخوام، ببین کی میاد زنتون بشه. والا زکی فکر کردی هر کی از راه رسید من میگیرمش؟ آره نه بابا، من برای خودم شرط و شروطی دارم. شرط و شروط؟ بفهمید ببینم شرط و شروطتون چیه. ببین من خودم کارگرم، خب بخاطر نه خونه دارم نه ماشین دارم، بعدش هم که هزینه عروسی هم ندارم. از اون آدمای خیلی بدبینم هستم، یعنی ببینم با یه بچه کوچیک پسر بچه‌ام صحبت کنی غیرتی میشم و باید حواست باشه که منو راضی نگه داری. بعدش هم که جواز کامل باید بیاری، 100 میلیونم همراهش میاری که هزینه عروسی و اجاره خونه و کلا این هزینه مزینا رو با اون پرداخت کنیم. هزینه حلقه مثلا 100 میلیون میدیم. بعدش هم که خواستیم بریم خرید کنیم، مادرم و خواهرام باید میان، هر چی گفتم فقط یه کلام چش. گم شو بریم بابا. ماتی که خر. یه بار دیگه ببینم زنگ بزنم پلیس. قشنگ معلومه که عاشقم شدی یا. منتظر باش این هفته میگم مامانم میاد خواستگاری. برو وگرنه با سنگ میذارم لهت میکنم. منتظر باش یا. آی مامان ولوم. میگه